نرم افزار پالیز دیوایس کنسول شرکت پالیز افزار. فرض میکنیم که ما یه شرکتی داریم که دارای دو تا قسمته، یه قسمت اداری و یه قسمت انبار، که این دو تا قسمت پرسنل خودشونو دارن و دستگاه های خودشونو دارن. میایم تو قسمت تعاریف مدیریت گروه. در ابتدا گروه این دستگاه رو میسازیم. ما در رأسمون شرکت پالیز افزار رو داریم، پس ما همه گروه ها رو انتخاب میکنیم، یه افزودن میزنیم، والدی هم نداره دیگه چون که رأس گروهمون هست. نام گروه ها در ابتدا میزنیم شرکت پالیز افزار. زمانبندی، این قسمت ما میتونیم این زمانبندی رو بهش بدیم که هر روز یا هر ساعتی که میخوایم بیاد ورود خروجایی رو که به هر دلیلی از دستگاه انتقال داده نشده به دیتابیس به صورت خودکار انتقال بده. ما میگیم اختصاصیه از تاریخ همین امروز هر روز در مثلا یه ساعت، ساعته 23، بیاد ورود خروجا رو از دستگاه ها بگیره و انتقال بده به نرم افزار و ثبت رو میزنه. خب اینجا یه گروه ساخته شد، شرکت پالیز افزار. حالا میام زیر مجموعه میسازم برای شرکت پالیز افزار، روش انتخاب میکنم. اگر اینجا بزنم گروهی که میسازیم میره زیر مجموعه همه گروه ها میشه. ما میخوایم دو تا زیر مجموعه برای شرکت پالیز افزار بسازیم، پس میایم روی شرکت پالیز افزار کلیک میکنیم، افزودن رو میزنیم، نام گروه رو میزنیم مثلا انبار، زمان بندیش هم میزنیم موروثی که از شرکت پالیز افزار همون چیزایی رو که تعریف کردیم به ارث ببره، ثبت رو میزنیم، دوباره روی شرکت پالیز افزار افزودن رو میزنیم، اینو میزنیم اداره و ثبت رو میزنیم. ویرایش، من این زمان بندی موروثی رو نزده بود و حالا اینو که ببندیم و دوباره بازش بکنیم، الان دوتا گروه داریم، اداری و انبار. روش که بکنیم موروثی، ویرایش، موروثی. خیلی خوب، ما گروه هامونو ساختیم. حالا میایم تو قسمت تعاریف مدیریت دستگاه، دستگاه هامونو اضافه میکنیم، افزودن رو میزنیم، میگیم نام دستگاه انبار، نوع دستگاه، من دستگاهی که دارم تایم اکسه. ببینید دستگاه هایی که میتونید اضافه کنید اینجا لیست شده، هر دستگاهی رو که شما دارید میتونید اینجا انتخاب بکنید. تایم اکس گروهی که ما درست کردیم و اینجا برامون لیست میکنه که ما باید انتخابش کنیم، میگیم دستگاه انبار. به روز رسانی زمان دستگاه به صورت دوره‌ای، اینو که بزنیم میاد به صورت دوره‌ای ساعت و تاریخ سرور رو با ساعت و تاریخ دستگاه ها چک میکنه و انتقال میده رو دستگاه ها، که دستگاه ها به هیچ وجه عقب یا جلو نمونن. آی پی دستگاه رو بهش میدیم، آی پی که من ست کردم برای دستگاه انبار 192.168.1.3 هستش و بعد ثبت رو میزنم. دریافت همه رو که بزنم اینجا با این قسمت شما میتونید ببینید که دستگاهتون وصله یا قطع. دوباره افزودن رو من میزنم، نام دستگاه میزنیم اداری، نوع دستگاه دوباره من تایم اکس دارم، قسمت رو میزنم، آی پی که دادم 192.168.1.4 هستش. خب با توجه به اینکه لایسنس نرم افزارمون تک دستگاه هست، برای اضافه کردن دستگاه جدید ما نیاز داریم که لایسنس نرم افزارمون رو تغییر بدیم.
خب دستگاه دومی که ما تعریف کردیم دستگاه تایمکس پلاس UDP هستش که توی کنسول اضافهش کردیم. در ضمن شما میتونید در قسمت جستجو دستگاه ها رو با توجه به نامشون یا گروهشون یا نوع دستگاهشون جستجو کنید. ما الان دریافت همه رو میزنیم، این دوتا دستگاه به ما نشون داده میشه، جفتش وصله، نامشون رو اینجا نشون میده، نوع دستگاه، وضعیتشون، گروه بندی دستگاه به چه شکله، آدرس IP و نسخه دستگاه و تعداد پرسنل. خب ما الان میخواییم پرسنل جفت دستگاه رو دریافت کنیم روی دیتابیس. دریافت پرسنل جدید، ثبت میکنیم تا پرسنلمون دریافت بشه. خب دو تا دستگاه ها پرسنل جدیدشون دریافت شد و نتیجهش هم اینجا نشون داده میشه، میگه مثلا این کد اضافه شد یا این سه تا کد اضافه شد. خب الان فرض کنید که ما میخوایم کد دستگاه، سریال، زمان، آخرین زمان متصل شدن و آخرین زمان قطع شدن اصلا نبینیم، که اینجا جای کمتری اشغال کنه. میایم اینجا یه فلش مشکی رنگ کنار راهنما که ما میتونیم انتخاب بکنیم، مثلا میایم کد دستگاه رو برمیداریم، آخرین زمان قطع، آخرین زمان اتصال و سریال دستگاه رو برمیداریم و اینجا جای کمتری، یا مثلا آدرس IP دستگاه رو برمیداریم، وضعیتش رو مثلا نمیم که این جای کمتری بخواد. الان ما پرسنل دوتا دستگاه رو دریافت کردیم توی کنسول. توی قسمت تعاریف مدیریت پرسنل میتونم این پرسنل رو وقتی جستجو رو بزنم ببینم. و هر کدومو میخوام مثلا بهش اسم بدم، روش دوبار کلیک میکنم، نام مثلا علی عبدالی به طور مثال و بعد ثبت رو میزنم. بعد اینکه ثبت رو زدم میام به دستگاه انبار دوباره انتقالش میدم که وقتی اونجا انگشت میزنه اسم طرفم نشون بده. خیلی توی قسمت افزودن که ما اضافه کردیم، ویرایش میتونیم دستگاه ها رو ویرایش کنیم، اسمشون رو تغییر بدیم یا گروهش رو تغییر بدیم. تو قسمت حذف، در واقع حذف کردن یه دستگاه، گروه بندی که گروه بندی دستگاه رو نشون میده که توی مثلا کدوم گروه این دستگاه اضافه بشه. تغییر وضعیت یعنی فعال بودن یا غیر فعال بودن دستگاه که ورود خروجی ها رو انتقال بده یا نده. پرسنل دستگاه رو میتونیم ببینیم، مثلا میایم توی انبار پرسنل دستگاه رو میگه یا دستگاه با جزئیات بیشتری، بله رو بزنیم با جزئیات بیشتر نشون میده، خیر رو بزنیم به این شکل مثلا میگه چه دستگاه اینجا اضافه شد. دریافت پرسنل هم که گفتیم، پیش نمایش ببینید، مثلا ما اونجا توی قسمت مدیریت پرسنل اومدیم اینجا یه اسم دادیم، وقتی بیایم دستگاه انبار رو پیش نمایش رو بزنیم به ما نشون میده که چه اتفاقاتی قراره انجام بشه روی این دستگاه، با زدن ارسال به دستگاه چه اتفاقی قراره بیفته. حذف تمام پرسنل، شما میتونید پرسنل رو از روی این دستگاه کامل حذف کنید، مثلا دستگاه انبار حذف تمام پرسنل، بله رو میزنم، اینجا رمز ادمین رو میخواد که همون ادمین هست، این شروع میکنه حذف کردن پرسنل دستگاه. ولی چون ما توی دیتابیسمون این پرسنل رو داریم، از بابت از بین رفتن پرسنل نگران نیستیم. مجدداً بعد از اینکه حذف شد میتونیم تو قسمت مدیریت، میتونیم تو این قسمت دستگاه دوباره انتخاب بکنیم و بعد ارسال کنیم به دستگاه. الان ببینید ما دریافت همه رو که بزنیم تعداد پرسنل الان شد 0، ولی چون توی مدیریت پرسنلمون داریم این 3 نفر رو که انبار هستش گروهشون، میتونیم مجددا بیایم تو مدیریت دستگاه
انبار رو انتخاب بکنیم و مجددا ارسال کنیم روی دستگاه. دوباره دریافت بزنم، اینجا میزنه 3 تا پرسنل وجود داره. خب دریافت تردد ها، الان ببینید روی این دستگاه 143 40 تا تردد، 10 تا تردد ارسال نشده است. خب پس ما میایم دستگاهمون رو انتخاب میکنیم، اداری و دریافت تردد. اگه همه رو بزنیم که میاد کل تردددامون رو میگیره، یا اینکه میتونیم بگیم از این تاریخ تا این تاریخ تردددا رو به من دوباره برای من انتقال بده، یا اینکه میتونیم بگیم آقا فقط ترددهای ارسال نشده رو برای من انتقال بده و بعد تایید رو میزنیم و صبر میکنیم تا کارش رو انجام بده. دوباره دریافت رو که بزنم تردد ارسال نشده دیگه نمیبینم، و همچنین برای دستگاه انبار تردد ارسال نشده. دریافت همه رو که بزنم اینجا دیگه تردد ارسال نشده ای برای من نداره. خب توی مدیریت پرسنل فرض کنیم کد شماره 1 علی عبدالی میخوایم از روی انبار برداشته بشه بره روی اداری، دیگه نمیخوایم توی انبار ثبت تردد انجام بده، میایم دست انتخابش میکنیم، قسمت گروه بندی رو میزنیم. اینجا میتونم اگر که جفتشو بزنم این پرسنلی میاد به جفت دستگاه ها اضافه میشه، اگه نما میگیم انبار برداشته بشه به اداری اضافه میشه، من ثبتش میکنم. ببینید گروهش تغییر کرد. حالا میایم تو قسمت مدیریت دستگاه، من میام جفت دستگاه ها رو انتخاب میکنم، الان ببینید پرسنل 3 تا، اینجا 143 تا. حالا رو جفت دستگاه ها باید گزینه ارسال به دستگاه رو بزنم تا از روی دستگاه انبار حذف و به دستگاه اداری اضافه بشه. دوباره که دریافت همه رو بزنم ببینید تعداد پرسنل این شد 2 تا، تعداد پرسنل این شد 144 تا. مجددا فرض کنیم که میخوایم روی جفت دستگاه ها باشه، من اینو انتخابش میکنم، گروه بندیشو میزنم، ثبت. و همچنین این کار رو به صورت گروهی هم میتونیم انجام بدیم، مثلا میایم 1 2 این 3 تا رو انتخاب میکنیم، گروه بندی رو میزنیم، همه ثبت. این 3 تا ببینید و انبار و اداری اضافه شدن. حالا ما میایم توی مدیریت دستگاه جفتش رو ارسال به میزنیم، البته نیازی نیست انبار رو بزنیم، چون این البته چرا، چون که گزینه اولمون کد 1مون باید دوباره اضافه بشه به پرسنل انبار، دوباره انتخاب میکنیم و یه ارسال به میزنیم. الان دریافت همه رو که من بزنم این 3 تا شد، اینم شد 146 تا. حالا فرض بکنیم که یک نفر رو میخوایم از روی دستگاه پاک بکنیم. توجه داشته باشید که با وجود داشتن نرم افزار کنسول شما فقط یک نفر رو یک بار روی یه دستگاه تعریف میکنید، نیازی نیستش که یک نفر رو روی تعداد دستگاهات برید تعریف بکنید، یا اینکه نیازی نیست وقتی یه نفر رو میخواین پاک بکنید برید از روی دستگاه به صورت فیزیکی پاکش بکنید. خب ما الان میخواییم کد 1 رو تو مدیریت پرسنل کلن از روی دستگاه حذفش کنیم، رو جفت دستگاه حذف کنیم. ما میایم کد 1 رو انتخاب میکنیم، گروه بندی رو برمیداریم، ثبت رو میزنیم، یعنی در واقع بی گروهش کردیم. و وقتی که بیایم رو مدیریت دستگاه ها ارسال به رو بزنیم، اینجا 3 تا 146 تا، این شد 2 تا، اینم الان میشه 145 تا. خب پس ما کد 1 رو از این روش استفاده کردیم و از رو جفت دستگاه ها حذفش کردیم به صورت کامل. حالا ما میتونیم این کد 1 رو توی دیتابیسمون داشته باشیم که اگه نیاز شد بعداً دوباره گروه بندی کنیم و ارسال کنیم رو دستگاه، یا اینکه میگیم آقا کد 1 کامل میخوایم از رو دستگاه که حذف شده هیچی از رو دیتابیس هم کامل پاک بشه که ما یه نفر رو با کد 1 جدید تعریف بکنیم، میایم اینجا انتخابش میکنیم و حذف رو
میزنیم. ایشون هم از دیتابیس حذف شدن هم از روی دستگاه. خب توی مدیریت دستگاه شما دستگاهی رو که قابلیتش رو داشته باشه میتونید پرسنلش رو از راه دور تعریف بکنید. به طور مثال الان دستگاه تایم اکسمون رو ما میخوایم از راه دور یه نفر براش پرسنل تعریف بکنیم. میایم اینجا یه پرسنل افزودن میزنیم، مثلا نام میزنیم، مثلا نام یک، کد پرسنلی 1234. میتونیم براش رمز تعریف بکنیم یا اینکه بگیم آقا نوع شناساییش فقط اثر انگشت. درخت گروه بزنیم میگیم کجا کار کنه، میگیم هم انبار باشه هم اداری باشه، جفتش باشه. آیا مدیر دستگاه باشه؟ میگیم بله، مدیر دستگاه فقط انبار باشه، اداری نباشه. دستبندی میایم تو قسمت ویردی کامپتیبل اثر انگشتش رو از راه دور تعریف میکنیم. دستگاه شبکه میگیم دستگاه انبارمونه و بعد انگشت رو انتخاب میکنیم. در این صورت دستگاه ما شروع میکنه به چشمک زدن، سنسور اثر انگشت شروع میکنه چشمک زدن که نفری که جلوی دستگاه انگشتش رو روی سنسور میذاره و انگشتش ثبت میشه. و اگر که مجددن انگشت دیگه خواستین تعریف بکنید میایید اینجا انگشت رو انتخاب میکنید و ثبت میشه برمش. خیلی خوب، حالا مشخصات فردی رو که دادیم حالا مثلا یه رمز هم براش میدیم، مثلا میگیم با رمز یک. نوع شناسایی چون اثر انگشت الان تعریف نکردیم فقط رمز اومد. وقتی اثر انگشت رو یه نفر جلوی دستگاه باشه و انگشت رو براش تعریف بکنیم اینجا اثر انگشت هم میاد، مثلا میگیم با رمز رو و بعد ثبتش میکنیم. جستجو که بزنیم در انتها کد یک نامونم خانواده یک با کد 1234 تعریف شده. الان با توجه به اینکه گروه بندی داره ما میایم توی مدیریت دستگاه جفت دستگاه رو انتخاب میکنیم و بعد ارسال به دستگاه رو میزنیم. الان دریافتو که بزنیم این شد 3 تا، این یکی شد 146 تا. در ضمن انبار رو که پرسنلش رو نگاه بکنیم کد 1234 ادمین دستگاهست. حالا تو این قسمت پرسنل رو نگاه میکنیم، این کد 1234 مدیر دستگاه نیست. بعد میبندیم این قسمت. خب داخل منوی تعاریف قسمت قالب دسترسی شما میتونید برای هر اپراتورتون قالب دسترسی خودشو درست بکنید. به طور مثال الان مدیره که تمام دسترسی ها رو داره، ما یه دونه افزودن میزنیم مثلا قالب دسترسی محدود. به طور مثال میگیم این چه قسمت هایی رو بتونه دسترسی داشته باشه چه قسمت هایی نتونه. مثلا مدیریت گروه قالب دسترسی که نه، مدیریت دستگاه، مدیریت پرسنل، مدیریت اپراتور، مدیریت گروه بتونه افزودن داشته باشه، ویرایش حذف نتونه مثلا انجام بده، یا اینکه مدیریت اپراتور اصلا نداشته باشه، مدیریت پرسنل افزودن، ویرایش، حذف، تغییر وضعیت، گروه بندی، صدور کارت، اینا رو بتونه داشته باشه و بقیه قسمت ها و ثبت ما میزن. الان یه دسترسی محدود هم داریم که میتونیم یه اپراتور درست بکنیم، افزودن رو بزنیم، مثلا بگیم که نامش یکه، نام خانوادگیش یکه، نام کاربرش 1234ه، رمزش هم میگیم یکه، همیشه هم یکه. قالب دسترسیش محدود. کدوم گروه؟ گروه مثلا انبار و اداری و همه رو بتونه ببینه یا چه دستگاهی نتونه ببینه و بعد ثبت میکنه. دریافت. میتونیم اینجا دوباره
ویرایش کنیم و این قسمت هم میتونیم براش تیک بزنیم که بتونه یه نفر رو بدون گروه کنه یا به قسمت های توی گروه بندی به قسمت ریشه گروه هم دسترسی داشته باشه که بتونه یه گروهی رو مثلا گروه بندیش رو تغییر بده، یعنی زیر مجموعه یه گروه بالاتر بذاره یا از اون زیر مجموعه برش داره. باید ثبت میزن این اپراتور وقتی وارد میشه به یه سری قسمت ها دسترسی داره، به یه سری قسمت ها دسترسی نداره و همچنین میتونید حذفش کنید. اگر که رمز عبورش رو یادش رفته بود میتونید بازنویسی کنید، وقتی این بازنویسی رو بزنید رمز عبورش با نام کاربریش یکی میشه، وضعیتش رو میتونید فعال یا غیر فعال کنید که بتونه وارد بشه یا نتونه وارد بشه. وقتی که این نفر قفل شد، یعنی تعداد دفعات رمزش اشتباه زیاد زد و قفل شد، میتونیم قفل گشایش کنیم. منوی عملیات مدیریت پشتیبانگیری، شما میتونید هر چند وقت یه دفعه از دیتابیستون یه بکاپ داشته باشید که در صورت لزوم این بکاپ برگردونید. وارد که میشیم قسمت افزودن رو که میزنیم، این میاد از کنسولتون یه بکاپ میگیره. به این صورت میتونید بکاپ رو حذف کنید یا میتونید این بکاپ رو بازگردانی کنید. وقتی یه بکاپی رو بازگردانی میکنید، میرید سرویس کنسول رو یه بار ریستارت میکنید و بعد همه چی برمیگرده سر جاش. توی عملیات فعالیت اپراتورتون رو میتونید ببینید، مشاهده ترددها رو، ترددهای معتبر یا نامعتبر که نامعتبر نداریم، ترددهای معتبر رو میتونیم نگاه کنیم از این تاریخ تا این تاریخ. حالا ترددهایی که همه ای ترددها رو بخوایم نگاه کنیم به این وضعیت انتقال، چون ما الان نرم افزار حضور غیابی نداریم، وضعیت انتقالمون رو زده خیر. اگه نرم افزار حضور غیاب داشته باشیم اینا بله میشه. تردد نشون میده رو هر کدوم کلیک کنیم میتونیم ببینیم که ساعت و تاریخ ترددمون به چه شکل بود. تاریخ میتونیم بدیم، میتونیم فقط ترددهای مثلا این دستگاه اداری رو ببینیم، تاریخ بدیم یا فقط کد پرسنلی مثلا یه نفر خاص رو ببینیم، یا فقط ترددهای انتقال داده نشده رو ببینیم، نوعش معتبر یا نامعتبر بودن. مثلا یه نفر تردد زدی که دستگاه قبول نکرده و اینجا نشون داده میشه. قسمت بعدی مشاهده ترددهای آنلاینه که میتونید رو دستگاه، روی نرم افزار، در صورتی که لایسنس نرم افزار داشته باشید، ترددها رو به صورت آنلاین مانیتورینگ کنید و همچنین رمز عبورتون رو تغییر بدین. و این قسمت انتقال تردد به نرم افزار حضور غیاب، این ما الان نرم افزار حضور غیاب نداریم و اگه داشتیم میومدیم این قسمت رو مثلا دیتابیس مربوطه رو انتخاب میکردیم، انتقال مجدد رو میزدیم و ورود خروجا به صورت آنلاین مجددا انتقال داده میشد به نرم افزار حضور غیاب.